السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لتهدي الناس إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله المولانا العظيم. برادرای عزیز و نهایت گرامی، ما در درسای گذشته خود به این نکته پی برده بودیم و توضیح شده بود که با مجرد این که یک انسان عاقل، یک انسان آزاد به طرف این کائنات ببیند و در وجود و هستی خود نظر بکند، به این اعتراف میکند که این کائنات را ذات قادر، عالم و مرید به اراده خود آفریده است. بعد در عین از این بزرگی کائنات که میبیند، نوع از احتیاج را در جز جزئی از این کائنات تثبیت میکند. بعد میبینیم که این احتیاج این کائنات را از وجود خود میبینیم تا به کل نظام، ذاتی است که این را برش مرفوع میکند و آن ذات عظیم الله جل جلاله است. خداوند لایزال از جمله بزرگترین احتیاج ما که همانا وصلش به او تعالی است، نزدیک شدن ما به او تعالی است و هدایت یک انسان به طرف او تعالی است، این را توسط ارسال رسول علیهم السلام برای ما شما مرفوع گردانید. باز هم لطف عمیمش شامل حال ما شما شد که خداوند متعال آخرین پیغمبر را با آخرین دستور زندگی برای ما شما فرستاد و عزت ما شما را، کامیابی ما شما را در اتباع او گرو داد. در رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بعد از اقرار و اعتراف به این که نیست معبود بر حق جز الله و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده اوست و بنده اوست، در این رسالت دومین چیزی که از ما خواسته شده همان نماز است. نماز است که مظهر بندگی یک انسان را تجلی می دهد. روی این اساس است که این نماز است که فرق در بین مسلمان و کافر می کند. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که الفرق بین المسلم و الکافر ترک الصلاة. فرق در بین مسلمان و کافر و مانا ترک نخواندن نماز است. و حدیث دیگری می فرماید که الصلاة عماد الدین او الصلاة عمود الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین و من هدمها فقد هدم الدین. نماز ستون دین است، یا نمازها ستونهای دین است. هر کسی که نماز را قائم کرد، در حقیقت دین را قائم کرده، دین را نگه داشته، و هر که نماز را ترک بکند، در حقیقت دین را از بین برده. بعد از او کدام چیزی از اتصال با دین این شخص ندارد، ولو که در ظاهر و از نظر تذکره خود را منسوب به چی بکند؟ به طرف دین بکند. اصحاب پیغمبر رضوان الله علیه مجمعین، اونا می گفتند و واضح این موضوع را بیان کردند که ما به هیچ چیزی کسی را کافر نمی گفتیم، ولی هرگاه که نماز را کسی ترک میکرد، بعد از برش می گفتیم که این کافر است. عین شکلش وسیله یک انسان مسلمان از یک کافر، وسیله شناختش نماز بود. کسی که به جماعت نمی آمد، صحابه پیغمبر می فهمیدن که این نفر منافق است. از نفاق یک انسان عدم حضور یک انسان در جماعت و در مسجد بود. ببینیم که کسالت و تنبلی نمای نفاق را برای ما و شما هشدار می دهد.
حالا می‌بینیم که این نماز چی است؟ چی معنا می‌دهد؟ نماز را جمع از محققان علما میگن که نماز به معنای تجلیل و تعظیم است. یعنی ارگا یگان نمازگزار انگامی که به الله استاده می شود در حقیقت تعظیم و تجلیل ذات عظیم را می کند که کائنات و انسان را آفرید است. بعض علما می فرمایند که نماز یا صلات از صله گرفته شده به معنای پیوست است، یعنی وسیله پیوست یک انسان با اللهش و ما نماز است. با مجرد که الله اکبر میگوید این انسان با الله در ارتباط است. و از خاطر است که بعض علما میگوید که اگر کسی سوگند یاد بکند که ما با الله سخن گفتیم، با الله ارتباط گرفتیم و نماز بخواند، در حقیقت ای صادق است در سخن خود، این خالص نیست. پس نماز وسیله است، وسیله ارتباط یک بنده با الله جل جلاله است. پس هرگاه که یک انسان نماز بخواند در حقیقت با الله اتصال دارد. با مجرد که از نماز قطع میکند و نماز را ترک میکند، رابطه یک انسان با الله جل جلاله قطع شده است. بعد از موارد لطف و نعمت الله جل جلاله انسان قرار نمیگیرد. آلی این نماز وسیله ارتباط ما با الله جل جلاله است. و طبیعی که ان الله طیب لا یقبل الا طیب، الله پاک است، جز پاکی چیز دیگر را قبول نمی کند. پس یک بنده مسلمانی که می خواهد با الله پاک ارتباط بگیرد به طهارت ضرورت دارد. این طهارت اول در عقیدهش باید باشد. یک انسانی که با الله استاده می شود او باید معترف به این باشد که آن ذاتی که کائنات را آفریده او قادر است، توانا است، عاجز نیست. او ذاتی که کائنات را آفریده و به شمولش مرا آفریده، او ذاتی است که عالم است، در هیچ چیزی از این نظام خلا و پوچی نیست. او ذاتی که ما را آفریده و کائنات را آفریده و عبث نیافریده، طبیعی که برای چگونگی بهتر زندگی کردن پیام برای ما شما فرستاده، سیستم زندگی را برای ما شما فرستاده، کتلاک عملی زندگی را برای ما شما داده و در این کتلاک خلایی نیست. بنان یک انسان مؤمن و معترف به الله جل جلاله و نمازگزار در عقیده خود ای را دارد که این دینی که ما پابند به اوستم، این دین کامل است، این دین شامل است، این دین ابدی است و از طرف الله است. بنان وقتی که چنین است، با تمام آنچه که ایدین به ما گفته، ما به او باورمند استم، معتقد استم و به ارزش‌هایش عمل میکنم. ارگاه که در باب عقیدش غیر الله را نفی کرد، کمال و عظمت را به الله اقرار داد و به او معترف شد، بعد دوم کاری که میکند، چون الله پاک است باید جانش پاک بوده باشد. انسانی که میخواد با الله پاک ارتباط بگیرد، با جان کثیف نمیتونه ارتباط بگیرد. بعد از جانش لباسش باید پاک بوده باشد و لباسش هم از نظر ظاهر باید پاک باشد و هم از نظر باطن باید پاک باشد. اما تو جانش هم از نظر ظاهر و از نظر باطن باید پاک باشد. نشود خدا نخواسته که در لباسی که به رشوت خریده، به دزدی خریده، با خیانت گرفته، با او لباس ها ولو که خوب پاک بوده باشد، بسیار عطر استعمال بکند، پیش الله او مردار است، کثیف است، چتل است، با این لباس های گنده با الله پاک ارتباط گرفته نمیتاند. بنان پاکی لباس و ثیابک فطهر، لباست باید پاک بوده باشه و این تطهیر در لباس همان از لباس حلال باید استفاده بکند. همچنان در جایی که نماز میخواند او جای باید پاک باشد. خدا نخواسته در جای گنده از نظر ظاهر و از نظر باطن نباید یک انسان با الله پاک ارتباط بگیرد. چگونه یک انسان معتقد به این بوده باشه که الله حی و قیوم و علیم است و میداند آنچه که ظاهر و باطن است، در زمینی که او را بر رشوت خریدی،
او را به خیانت خریدی، او را از بیت المال دزدی کردی، مسلمان ها را سر زدی، به زور و جبر از مسلمان گرفتی، به غصب گرفتی، تو در او مسجد، تو در او مکان، تو در او خانه هر نمازی که میخوانی الله او را قبول نمی کند. چرا قبولش نمی کند؟ زیرا او جایی که تو ایستاده استی او از تو نیست، او ملکیت تو نیست، و الله جل جلاله در او جا نماز را قبول میکند که او ملکیت از تو بوده باشد، او پاک بوده باشد. هر قدر که سبحان الله بگویی، الحمدلله بگویی، در حقیقت جایی که تو در او جای سجده میکنی او از تو نبوده باشه، به قدر گرفته باشی، وسیله اتصال تو با الله جل جلاله نیست و او نماز الله قبول نمیکند. و وقتی که این را دیدیم که از نظر ظاهری هم باید جایی که نماز میخوانیم پاک بوده باشد، از این خاطر است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما پیش قبرستان نماز نخوانید که احتمال گندگی عقیدوی وجود پیدا میکند. در جایی که قبر است نماز نخوانید. مردم افغانستان سرچپه، یک جایی که زیارت جور با فورنده پلیس مسجد جور میکنه. او برادر گلم، این خلاف سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. در اونجا که قبر است مسجد جور میکنی نماز نمیشود. بنان در اونجا مسجد جور نکو، از جان خود دین جور نکو. فقط اگر معتقد هستی برو نماز در مسجد بخوان. دومی که الله پاک است، جایی که تو نماز میخوانی بنان حمام نباید باشد، تشناب نباید باشد، زیرا الله در جایی که گندگی باشد در اوجه نماز را قبول نمی کند. بعد از این میبینیم که در رابطه با این پاکی ما شروع میکنیم از ظاهرش دستای خود را میشوییم. این دستا ششتن در حقیقت تعهد ما به الله جل جلاله است که دیگه به این دستا به بدی نزدیک نمیشم، دیگه این دستا کار بد را نمیکنه. یا الله آل خوششتمش حسب حدیث پیغمبر علیه السلام، ار انسانی که وقتی وضو میگیرد آخرین قطره ای که از دستش میچکد الله گناهی که به دست او را کسب کرده الله برش معاف میکنه. یک طرف معاف میشود، یک طرف تعهد میکنیم که بار دوم این دستا دیگه بدی نمیکند، بار دوم دیگه به طرف بدی نمیرود. ارگاه که ما روی خود میشوییم در حقیقت دو چیز را کردیم. هر گناهی که به توسط دست خود، به چشم خود، گوش خود، بینی خود، زبان خود گرفتیم، در حقیقت الله او را بر ما میبخشد. زیرا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هر مسلمانی که وضو میگیرد آخرین قطره آبی که از رویش میچکد الله هر چیزی که او گناهی که توسط روی گرفته الله برش معاف میکند. و در ضمنش تعهد ما بر است که دیگه به روی سیاهی که تو سفیدش کردی یا الله، تو چتل بود مردار بود، تو برم پاکش کردی، پروردگار دیگه بازی را گنده نمیکنم، دیگه ای را سیاه نمیکنم. با این تعهد ما وضو میگیریم و هرگاه مس سر خود را میکنیم، در حقیقت یک طرف یا الله او فکرهای خرافی، او فکر غلط و خلاف شرع که در ذهن ما بود، یا الله تو را به واسطه مسح سر برم عفو کردی، برم بخشیدی، یا الله دیگه در این فکر خود آنچه که خلاف دین تو است، آنچه که خلاف شریعت تو است و آنچه که با تعهد یک مسلمان نمیزیبد، دیگه او فکر را در کلی خود نمیگنجم، دیگه او فکر را جای نمیتونم. چگونه یک نفر مسلمان بوده باشد، معتقد به کمال از دین باشد، به شمول از دین بوده باشد، با تطبیق دینش به این قناعت نکنه و بگه چیز دیگری مانده که ما توسط از او به حقوق خود میرسیم. یک مسلمان باشد باید از او بگه که ما والا به پشتو کار میکنم، دیگهش مسلمان باشه باز به فارسی کار بکنه، باز معیار زندگیش همانا احزاب ناروا، قوم پرستی، سمت پرستی و این و آن بوده باشه. مسلمانی که یک بار به سر خود دست بالا میکنه، بعد این گندگی اترک هذه نتن، این مسائل بدبوی را کنار میگذارد، با یک فکر باز، با یک فکر بسیار بزرگ داخل جامعه انسانی میشود، داخل جامعه مسلمان میشود. ایتو جامعه که در اونجا هیچ نوع برتری برای یک انسان نیست جز به تقوایش، بهترین شما متقی ترین تان است. بنان بلال حبش کاش که زنده می بود که رئیس جمهور ما می شد و چی با افتخار ریاست جمهوریش قبول می کردیم، با وصفی که سیاه‌پوست بود، با وصفی که افغان نبود، با وصفی که غلام بود، ولی ارزش بلندی بر ما دارد و با تمام قوت
پادشاهی و بزرگی از او را قبول میکنیم. چرا قبولش میکنیم؟ تقواست که ایرا بر ما میدهد که انسانی که متقی و پرهیزگار بوده باشد خامخا او انسان آنچه که ما بر ضرورت دارم و مال ماست و ضرورت ماست و حق ماست او را برای ما میدهد. بنان عزیزا این نکته را بگیرین که والله بالله این قسم است، آنانی که به عصبیت دامن میزند، آنانی که به احزاب و قوم و نژاد و سمت و زبان دعوت میکنه، ولو که نماز بخواند در مسجد حضور داشته باشد او نفر مسلمان نیست، از سر کلمه خدا بخواهد، زیرا در این دین به این عصبیت جایدان نیست. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم صراحتا میفرماید که من دعا الى العصبیه فلیس منا، کسی که به عصبیت دعوت میکنه از ما نیست. این که خدا به زور برش میچسبانه، مثل که سیکولارسا هم خدا به اسلام به زور میچسبانه، باشه من مقام مسلمان هستم. آتن در وقتی که گفتی دموکراسی دیگه با دین هیچ ارتباط نداری، پناهت به خدا دیگه طرف برو. این دین از کسی است که با کمال و شمولش معتقد بوده باشه. این دین همه ارزش ها را برای ما داده و ما را غنی ساخته از اینکه به دروازه های دیگر را برویم. و ارگاه ما پای خدا میشویم، در حقیقت دو چیز را میگیریم. یک میگیم که یا الله به این پاها با جاهای گناه رفته بودم، به جای رفته بودم که نباید میرفتم، شخصیت اسلامی متقاضای از او را نمیکرد، ولی تو به ششتن ازید از الله عفوش خواستی و خدا هم برت میبخشد، زیرا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم او صادق است. او میفرماید اون مسلمانی که وضو بگیرد با آخرین قطره ای که از آب پایش میریزد خداوند متعال گناه پایش را برش عفو کرده. بنان در حقیقت ما پاک شدیم و ضمن تعهد میکنیم که یا الله دیگه ای پاها به طرف گناه نمی رود، به اماکن گناه نمی رود، به مجالس گناه نمی رود، و در آن جایی که ما از تو دور میشیم در اوجا حضور به هم نمی رسانیم، بلکه ای پایا در مجالس صالح باید برود، در با هم نشینای صالح باید برود، در اوجا باید تعاون بکنه. این تعهد است که ما در حقیقت در وضوی خود می دهیم. عزیزا وانگام که ما چنین کاری را کردیم، بعد از او در دل ما ای اساس پیدا میشه که چرا وضو میکردیم. نیت ما از وضو شروع میشد به خاطر اقامه نماز، و این نیت این نیست که ما شما بلبل واره میخوانیم، نیت کردم ادا سازم دو رکعت نماز را به یازر وقت بخوانم، اقتدا کردم این کارو میکنم، این رقم نیست. زیرا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، صحابه و تابعین بر ما را نشان ندادن. شما در کتاب ها بروین در این جای پیدا کردن نمیتون، در قرون گذشته اولی که در اوجا برد گفته بشه اینی الفاظ بخوان، زیرا تا هر آنچی که در او زمان ها با ما و شما تعلیم داده شده او با معنویت با اصالتش از به شما خواسته شده، با ظاهربینی خواسته نشده. نیت قصد را میگوید. بنان تو قصد میکنی به اینکه به الله قهار، به الله واحد ولا شریک، به او ذات عظیمی که به دلها علم دارد، به ارادت علم دارد، به او استاده میشی. بنان با این تعهد به طرف الله جل جلاله میایی. بنان این ظاهر گفتنت نیست. ما تاسف میکنم، یکان بار تعجب آور هستم، بعضا وقتی که امام الله اکبر میگه دیدن که پرسر دیگه چی میگه، نیت کردم مداسم باز کنم جایش غلط میشود، باز بس میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نیت کردم مداسم باز کس پیش غلط شد. یک بعض مردم های تشویشی وجود داره، 3-4 باری را تکرار میکنه، در روز املا الحمدلله رب العالمین میخوانه، قرآن باید گوش بکنن، ایرا میلا میکنه، ایده پشت نیت خود شروع کرده. بنان و عزیزا وقتی که داخل مسجد شدین که می قامت گفته شده، می آمدن در مسجد برات نیت است، همی که در صف ایستاده میشی همین نیتت است. بنان اگر باز وقت بود بگو، نمیگم که باز به زبانم نکو، ولی وقتی که امام الله اکبر کرد دیگه وقت مصرف نکو، فورا پشت سرش بگو الله اکبر، پشت سرش مطلق دیگه اجازه به این نگو که دیگه به زبان شور بدی، زیرا کل چیزت نیت است. نیت میکرد پیش از او که در وقتی که امام مقتدی یا مؤذن تکبیر میگفت در اون وقت تو به زبانم میکردی، وقتی که امام گفت الله اکبر متصلش باید بگی الله اکبر، زیرا تکبیر تحریمه ثواب دارد که با دنیا و مافیها در بدل نمی شود. اگر کل دنیا یک طرف شود و ثواب تنها الله اکبر دیگه طرف شود، این الله اکبر سرش گران می شود، و وقتش چقدر است؟ با مجددی که امام گفت الحمدلله رب العالمین وقت خلاص شد، دیگه تکبیر تحریمه وقتش رفت. بنان سری چیزا نباید ضایع بکنیم، کوشش بکنیم که نیت اگر میکنین در وقت قامت بگوین. عزیزا ما نیت که میکنیم دو نیت داریم، یک نیت داریم که دیگه یا الله تو ما را پاک کردی،
با حضور خود مرا ایستاده کردی. یا الله دیگه با حضور هیچ کس استاد نمیشم، تکریم و عزت کسی را میکنم که تو را دوست دارد یا الله. آنانی که تو را دوست دارد دیگه برش رسم تعظیم نمیکنم. یک اساس است. دوم، یا الله تو مرا پاک کردی، دیگه قصد میکنی که به بدی ها نزدیک نمیشم، دیگه به طرف بدی رو نمیارم. یا الله این انسان عاصی را که تو قبول کردی و توفیقش عنایت کردی که به تو ایستاده شده، بنان دیگه به بدی ها رو نخواهم آورد. و وقتی که میگم الله اکبر، الله از هر بزرگی بزرگتر است. الله از هر بزرگی که در خطورت میگرده، الله بزرگتر است. الله بزرگتر است. یگان بار ما ضعیف میشیم. وقتی که مجاهدین میگفتند الله اکبر، روسا کل جا میگرفتند. وقتی که میگه الله اکبر، روسا میگرفتند و میگفتند چی رقم شد، این چی میگوید، الله بزرگتر است از روس کرده، الله بزرگتر است از امریکا کرده، الله بزرگتر است از طاغوتای امروز کرده، او بزرگ است. وقتی می الله اکبر، بنان همه چیز خرد میشود و الله است که اون لط بر اوضاع است، او ذات قیم است، مرید به اراده خود است. تو ای تو الله اکبر باید بگیر که همه چیز پیشت باید کوچک شود. الله اکبر. و ایره خود میفهمیم که وقتی که یک کسی به کسی تسلیم میشد با دستار بلند میکند. ما که یک طرف میگه الله تو بزرگ هستی، با دستای خودم کتش بلند میگه یا الله به بزرگی تو تسلیم هستم، دیگه غلطی نمیکنم، یا الله تو بزرگ هستی به بزرگی تسلیم هستم. چقدر زیباست وقتی که ما تسلیم شدیم به الله، دیگه با بزرگی را قبول نمی کنیم، دیگه عظمت به کسی قائل نمیشیم جز الله جل جلاله. این یک اعتراف عجیبی است. الله شاید است اگر ما این رقم نماز بخوانیم، قسم به خداست که ما حدیث پیغمبر خداست که در راه ملائکه امرای شما مانده نباشی بکند. از این خاطر است که میگه وقتی که میگه الله اکبر، الله بزرگ است و دستار هم برش بلند کرده. و بعد بر رسم تعظیم دستار بسته میکنیم و استاده میشیم. یا الله حاضر به خدمت هستم، چیزی که تو برام امر بکنی اما تو میروم، چیزی که تو برام امر بکنی. و یا الله من خو عاجز هستم، شانه هایم ضعیف است، توانمندیم کوچک است. پروردگار عظیم، یا اللهی که تو کبیر هستی، تو عظیم هستی، بناهن بر رکوع برش مفتیم و انحنا برش میکنیم، در حقیقت تسلیمی خود را برش اظهار میکنیم. انگامی که ما کسی به کسی رکوع بکنه، عظمتش را اعتراف کرده، بزرگیش را اعتراف کرده، و ما با رکوع که میریم عظمت الله جل جلاله را اعتراف میکنیم، بزرگی الله جل جلاله را اعتراف میکنیم و چیزی با میگیم سبحان ربی العظیم، پاک و منزه از هر عیب و نقص است پروردگار بزرگ من، پروردگار بزرگم از هر عیب و نقص او بیزار است. و اینا تکرار میکنیم، تکرار میکنیم. حضرت عایشه رضی الله عنها در حدیث صحیح میفرماید که انگامی که سوره مبارکه اذا جاء نصر الله با آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد، ما او را نمیدیدم در رکوع و سجده ای که مگر اینا میگفت که سبحان ربی العظیم، ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، اینا میگفت. انگامی که با ایم بس نمی کنیم، میریم به طرف سجده و در سجده با تمام نیایش آخرین وضع انحنا و عاجزی ما امیسه که به الله جل جلاله بهترین وجود خود را که پیشانی ماست او را برش پایین می کنیم که از این به بعد دیگه از دست ما نمی آید. یعنی اگر از سجده و چیزی دیگریم، از تواضع و انحنا و عاجزی می بود، خامخا یک مسلمان امور می کرد. انتها عجز ما است که پیشانی خود را به الله جل جلاله می گذاریم و میگم سبحان ربی الاعلا، ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، ایره باز میگم. سجده را که تکرار هم میکنم چی میگم؟ استغفر الله، یا الله اتو که زیبنده بود که ما باید سجده برت میکردم، اتو سجده را خود کردن نتانستم، بار دوم سجده میکنیم، میگم الله اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. ما با این شکل به الله خود ارتباط میگیریم، با او ذاتی که قائم است، به ذات خود متکی به غیر نیست، با او ذاتی که با قلبهای ما آگاه است با او ارتباط میگیریم. روی این اساس عزیزا، نماز ستون دین است، نماز وسیله ارتباط ما با الله جل جلاله است، نماز از اولین چیزی که در روز قیامت از ما پرسان می شود. والله قسم است از جهادت پرسان نمی کند عزیزم.
از زکاتی که دادی پرسان نمی کند، از حجت پرسان نمی کند، از هیچ کار دیگه پرسان نمی کند. اول ما یحاسب به العبد الصلات، اولین چیزی که از تو پرسان می شود نماز است. کسی که در نماز کامیاب شد، امید به این داشته باشه که دیگه چیزایش الله عفو میکند. خدا نخواسته، خدا نخواسته اگر در نماز مشکلات پیدا شود، در اینجا چیزی نباشد، بعد از اصلا این ورق دوم تا کسی ورق نمیزند، در امیجا فیصله سرت می شود. عزیز از این خاطر است که در نماز خود سخت باید پابند بوده باشیم، به هیچ کسی اجازه ندیم، وقت را به خدا دادیم، امی وقت نماز ای از خدا هست، ای را به کسی دیگر نمیدیم. وقتی که شدیم حی علی الصلاه حی علی الفلاح، بعد از او باز کسی دیگر را لبیک نمیگیم بجز الله جل جلاله، و می رویم به طرف نماز خود، به طرف جماعت خود. چرا نماز در دین آمده؟ به خاطری که نماز سرچشمه همه خوبی هاست، همه خوبی ها در نماز است. نماز تصحیح کننده روش و سلوک فردی و اجتماعی جامعه انسانی است. نماز انسان را از نظر فردی و از نظر اجتماعی اصلاح می کند، تصحیحش می دارد، خوبی ها را در جانش جای می دهد و انگیزه های فاسد را از شخصیتش دور می کند. از این خاطر نماز جایگاه دارد. الله جل جلاله چیزی با می فرماید، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، بخوان ای پیغمبر از قرآن کریم، بخوان آنچه که وحی شده برای تو از کتاب الله، او را بخوان. بخوان به معنی از اینه که منتروار بخوان، در او بیاندیش و در او فکر بکو، زیرا قرآن کریم کتاب انزلناه الیک لیدبرو. قرآن کریم ما بخاطر از این نازل کن تا در او بیاندیشید چیگه پس داری قرآن کریم. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقينا نماز انسان را از بدی ها، از فحشا و منکر و آنچه که زشت است دور میکند و منع میکند. ولا ذکر الله اکبر، و یاد الله برتر است. والله يعلم، الله میداند ما تصنعون، آنچه که میکنید. در رابطه به اینکه مراد ولا ذکر الله اکبر، دو نظری را علما میدهد، یعنی نماز بزرگتر از این است که تنها انسان را از فحشا و منکر منع بکند. نماز فراتر و بزرگتر از این است که تنها یک انسان را از فحشا و منکر منع میکند، بلکه موجب رشد خوبی ها و حسنات و بزرگی اخلاق در وجود یک انسان می شود. ولا ذکر الله اکبر. دوم تعبیر، ولا ذکر الله اکبر، نماز تو در نماز الله را یاد کردی. بنان ولا ذکر الله اکبر، یاد کردن الله تو را او بزرگتر از یاد کردن تو است. زیرا حدیث صحیح داریم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید، ارگا یک بندیم مرا در یک مجلس یاد بکند، ما او را در مجلس بزرگتر و برتر یادش میکنم. تو در جماعت الله را یاد کردی، ولا ذکر الله اکبر، الله تو را در ملائکه در جای بلندتر بلندتر در آسمان ها یادت میکنه. پس چه قضیبا خود بود که ما به الله اکبر گفتن خود خدای خود را یاد میکنیم و الله جل جلاله ما را در آسمان ها یاد میکند. از این خاطر وسیله ارتباط ما شد با الله یا نشد؟ نماز وسیله ارتباط ما با الله جل جلاله است. تو در اینجا بگو الله اکبر، الله در آسمان ها یاد تو را میکند. تو بگی الحمدلله رب العالمین، حدیث صحیح داریم، وقت ما کم است که الله میگه که بندیم ستایش مرا کرد، بندیم به عظمت مرا یاد کرد. وقتی که تا آخر میریم باز میگیم بندیم آنچه که بخواهد برش میتم، بندیم آنچه که بخواهد برش میتم، زیرا تو خواسته بودی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ایرش ما شما خواسته بودیم. روی اساس نماز وسیله ارتباط ما و شما شد با الله جل جلاله. نماز است که خوبی ها را بر ما شما ایجاد می کند. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اون مسلمانی که در نماز راستگو است، متواضع است، واقعا که رستگار شد. و رستگاری یک انسان در وقتی می شد که در او ظرفیت ها ایجاد شود، و نماز در وجود یک انسان مؤمن ظرفیت های نیک را ایجاد می کند و به طرف بلندی مقام او را می کشاند. نماز درمان دلهای مضطرب است. دلهای ما شما خو بسیار مضطرب است، بی نهایت اضطراب. از یک طرف میگم نان چطور شد، از یک طرف میگم که ولی مشکلی که در اوجا گرفتار است مو چطور میشد، از طرف دیگر میگه کافرهایی که در وطن ما سر تا پا آمدن ای چطور میشد، از طرف دیگر میگم که خدا این حکومت ریشخن کدام طرف میرود. از هر طرف ببینید که اضطراب است، تشویش است، وجود فرد فرد ما شما را گرفته است. بنا چی میکنی عزیزم؟
چی میکنی که از اضطراب خلاص شوی؟ چی میکنی از غم خلاص شوی؟ نماز بخوان. نماز است که وسیله اطمینان و آرامی برای دل ما و شماست. زیباست که فریضه نماز را یک بار ببینید که در چه وقت با حضرت صلی الله علیه و سلم امر داده شده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زیر چکمه های ظلم قریش قرار گرفت، با اندازه مورد ظلم قرار گرفت که بالاخره کشیدش در شعب ابو طالب. در اوجا بر فیصله کرد که نه کسی چیز را سرش بفروشد، نه کسی چیز را از پیش بخرد، نه روابط امرایش داشته باشد. امروز ما شما او حرکت طاغوتی قریش را امروز ملل متحد به نام تعذیرات یاد میکنه. هر کشور اسلامی که شور بخوره با سرش تعذیر وضع میشد. این کافرها مشرک او وقت وضع کرده بود، اینها آلی وضع میکنن، زیرا هر دویشان در یک دین هستند و یک پابند و یک رشته دارند. بنان این تعذیرات را علیه مسلمانان و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وضع کرده بودند. 30 سال مکمل در تعذیرات بود. در آن قدر مشکلاتی که حضرت عایشه می فرماید که 2 ماه مکمل ما در دیگ خود آتش نکردیم، دیگ ما آتش ندید، چیزی نبود که را پخته می کردیم. در همچی یک لحظات سخت کاکایش حضرت ابو طالب او از دنیا رحلت میکنه، به اصطلاح یک تک یگا را از دست میدهد. در حقیقت ما را میفهمند که او مسلمان تنها به الله اتکا بکن، با کاکایش اتکا داشت، در این شک نیست، کمک و معاونت بیشتری میکرد. الله او را از پیش گرفت. خانمش که یقینا ما شما مرهون احسانات از اون هستیم، مال خود را کلش در باب دعوت اسلامی خرج کرد و پیغمبر علیه السلام گفت تو بر ما دیگه چیز را نبیار، فقط تو برو مصرف بکن، ولی راه حل برای مشکلات مسلمان ها از الله جل جلاله بخوای. او مادر ما شما در امی شعب ابو طالب دانه تو یک حالتی که تعذیر بر مسلمان است، او هم از دنیا رحلت میکند. پیغمبر علیه السلام و مسلمان ها در سخترین حالت زندگیشان است، بی نهایت مشکلات. الله جل جلاله پیغمبرش را به خاطر تسلی و به خاطر ازی که او را معترف بی بکنه که ای پیغمبر، ای کپای چند روزه است، زندگی یک مسلمان جای دیگر است که دیروز عرض کردم، این دنیا ای قپابندی سرش نداشته باش، این مشکلات تیر می شود، این زحمت ها بالاخره با آسانی تبدیل می شود. پیغمبرش را می خواند به طرف خودش، به خودش می خواند. در دنیا ما شما می بینیم که رئیس جمهور است، اگر والی است، اگر کلان است، همیشه مکتوب برات رای می کند، این مکتوب حکم بکو، این تو بکو. خو یگان بار کار که بسیار مهم بوده باشه با تو را پیش خود می خواهد، ایجا بیا و این کار این تو باید شود. اما احکام دین در دنیا نازل شده، اما احکام دین از جمله رمضانی که ما شما قرار داریم، ایران پیغمبر علیه السلام در خانهش بود که برش این حکم داده می شود. ولی نماز این ستون دین و این اولین وسیله اتصال ما با الله ما، پیغمبرش را به سوی خودش می خواند، در معراج می برشه، در اوجا برش این پیام می دهد که مسلمان ها و خودت باید نماز بخوانی، اوجا پیام برش می دهد. بنابراین نماز است که در حقیقت وسیله ارتباطی ما با الله جل جلاله شد و پیغمبر را این دستور میداد که تو باید نماز بخوانی. و پیغمبر علیه السلام دستور میده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما بسیار ضعیف هستیم، بسیار کوچک میشیم. بنا نماز که ما بخوانیم در حقیقت استراب ما ختم میشود، تشویش ما ختم میشود. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم انگامی که به جبهه میرفت، در بدر، در احد، در دیگه غزواتش، پیغمبر علیه السلام نماز میخوان و الله جل جل اتکا میکرد که یا الله توی عصابه را قوی بگردان، توی مسلمان را در مقابل دشمن او را قوت و نصرت برش بده. این کل نماز بود که این ارتباطات برقرار میکرد، نماز بود. بنان در اینجا میگه که ای پیغمبر، ما بر بالای تو سخن بسیار گران را نازل میکنیم. او چی است؟ اصلاح امت، اصلاح انسانیت، اصلاح انسانی که گمراه شده و به عوضی خدای واحد خداهای ساختگی را پرستش میکنند. ما شما ندیدیم خدا، شاید است که یکان بار انسان بیرون برد بعد میفهمین، یک بار که در هند بروی بعد دل تکت تکه میشه که یا الله چقدر انسان هست و چقدرشان دوزخ میرود، زیرا او بیعقل انسان میرود به گو سجده کرده، او به یک چیز بیمعنای بود خودش برش رنگ میدهد، خودش تراشش میکنه، باز میگه مهیر ای
مرا از بدی ها نجات میداد، بر ما خوبی ها را بر ما میداد. چیزهای مزخرفات را بشنوی که اوجا باز میفهمی که گمراهی یعنی چی، بدبختی یعنی چی. یک نفر میبینی بسیار مفشن، زیبا، تحصیل کرده، میرود میره یک بار گاو ببینه ترق کده او را بوسه میکنه، با شاشش میگیره سر جان خود میمالد، ایران ببانی، اوجا باز میفهمی که گمراهی چی است. الله جل جلاله ما شما را توسط توحید و به این رمز دین از این خرافات ما شما را دور کرده. بنان ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما بر بالای تو سخن بسیار گران را نازل کردیم که تو مکلفیت داری جامعه را به طرف هدایت بکشانی. ایتو نمیشه که این سخن بی منطق و بی معنا و پوچ را بگی که گوسفند از پای خود و میش از پای خود، این گپ خلاف دین است. ما مکلفیت داریم به اینکه آنانی که اصلاح نیستن اصلاح باید شوند. این مکلفیت دینی ماست. امر بالمعروف نهی عن المنکر یکی از ویژگی های مسلمان است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت ها شما هستین بخاطر که وظیفه پیغمبران را شما دارین، وظیفه رسالت را شما دارین، شما هستین که دیگران از دستش میگیری و برش میگی که این کار خلاف دین است و این کار نکن. به توسط از این اعمال ناشایستید ما را در میتی بدبخت خدا. بنان ما تو را اجازه نمیتیم که جامعه ما را به طرف فساد بکشانی. ارگا ما امر بالمعروف نکردیم، نهی از منکر نکردیم و ترسیدیم، ایمان داشته باشین که عذاب الله جل جلاله بر ما شما نازل میشه. یا عذاب از این خاطر است که ما حرکت نداریم و شور نمیخوریم. پس نماز در حقیقت استراب یک انسان را دور می کند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشد که به یاد الله جل جلاله قلب ها اطمینان پیدا می کند. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان شما طلب نصرت بگیرین از الله جل جلاله. به چی؟ به صبر. در برابر مشکلات چور باید استاده شوی، اگه زود زود حل نمی شود، مقاومت باید بکنی و به خاطر مقاومتت نماز باید بخونی که در تو شیرازه صبر تولید شود و توسط صبرت به مشکلاتت فائق بیایی. بی نمازی دوری از الله جل جلاله و سبب تنگی معیشت و رزق یک انسان می شود. آنانی که نماز نمی خواند، در خانه که نماز نیست، مشکلات متعددی می آید. مشکلات متعددی. قرآن کریم چیزی با می فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هر کسی که اعراض بکند از ذکر ما که در حقیقت معیار و مصداقش نماز است، از او که کسی اعراض بکند ما چی برش میکنیم؟ فإن له معيشة ضنكا، ما زندگی تنگ و ترش و سخت را نصیبش میکنیم. چی رقم؟ در خانه پول داشته میباشی، موترای لکس داری، خوب سه دلار داری، از هر جایی که پیدا کردی، خداوند متعال بی اتفاقی در خانه مندازه. یک روز نان را خوب اخلاق نمیخوری، هر روز در خانه جنگ است. گاهی فرزند در رویت میزنه، گاهی زن در رویت میزنه، گاهی بیادر در رویت میزنه. یک کسی پیدا میشه که تو نان را با اصلاح نمیخوری، نان را با خوشی نمیخوری. به خاطر چی؟ خدا برات گفته که فإن له معيشة ضنكا، معیشت تنگ را برات میتم. تو خوب بی‌ارزشی کردی، الله دما بین پول و دارایی و قصر مفشنت انت وسیله زندگی تنگ برات میدهد. از طرف دیگری خداوند متعال مرض در خانه تری میکند، باز مرض ها داخل میشه. شما میبینید پول دارا همیشه مریض هستند. یکی میگه والا قلبی تکلیف دارم، دیگهش میگه فشار دارم، دیگهش میگه شکر دارم. اینا شکر الله را خوب ادا نمیکنه. از این خاطر الله جل جلاله اینا را یک تکر میداد که باید به خود بیاید و به الله تسلیم شود. بنان مرض ها در او خانه که نماز نیست مرض ها زیاد است. مرض های نفاق است، مرض های ظاهری است، همیشه درد و الم در او خانه است. همیشه اونا هستن که با دکترها همیشه معامله دارن و پیش دکترها میروند. کسی که نماز نمیخونه شما اونا را میبینین که مرض های اخلاقی در خانش وجود دارد. انسانانی که نماز نمیخونن در خانش مرض های اخلاقی است و این واضح دیده میشد. فرزندایش ببینی که انسانای به اصطلاح چهار عیب بیشتری، دخترایش ببینی، سیستمش ببینی، همه مردم با اونها به حد حرمت میبینه، اونها حرمت پیش جامعه انسانی ندارد. این کلش از کجا پیدا میشه؟ نماز نمیخواند. و هرگاه نماز بخواند این خانواده بلند میشود، این خانواده دارای سیستم میشود. بنان عزیزان نماز نخواندن انتو مرض های ظاهری و باطنی رو به انسان میاد. بی برکتی در خانه میاد. هر روز است که تو
پشتکی ها را میاری باز ماتیر نشده باشه که خلاص شده باشد. ولی اگر نماز بخوانیم برکت در خانه میاد، اتحاد در خانه میاد، صحت در خانه میاد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. نویرو بیوتکم بالصلاة، خانه هایتون را با نماز پر نور بکنید. بنان ارگا نماز بخوانیم این برکات امرایش میاد، و اگر نخوانیم او جانب دومش میاد. نماز عامل پیروزی ما در مقابل دشمن است. اگر ما نماز بخوانیم الله ما را در مقابل دشمنان ما کامیاب میکنه. اگر نماز نخوانیم ما در مقابل دشمن کامیاب نمیشیم. زیرا آنچه را که الله جل جلاله وسیله کامیابی قرار دو چیز است. از نظر مادی ما شما را مکلفیت داده. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. آمادگی بگیر مسلمان. ار آنچه کافر را تون باید داشته باشی. تون باید این ظرفیت در خود ایجاد بکنی. من یک جمله معترضه عرض بکنم. یک تعداد مردم است که می شور بخورن سر مولوی صبا میتازن، ولی شما این کار نکردین، شما این نکردین، شما این نکردین. خب من یک گله از انجینر صاحبای خودم دارم، از دکتر صاحبای خودم دارم. یک سوال اگه تو بکنم، کدام وقت شده که شما کدام مسئله شرعی را پیدا کرده باشین و او را پیش علمای افغانستان مطرح کرده باشین و او را به شما جواب نگفته باشد؟ محکومان نمیکنم. هر سوال شرعی که پیدا شد الحمدلله و المنه در افغانستان توانایی ازی بود که جواب داده شود. ولی ما گله از انجینر خود میکنیم که تا کدام وقت به دیگر را برویم؟ تا کدام وقت دکتر مریضای ما به طرف های دیگر را برود؟ بنان امو ظرفیت خود از ما کرده با اختیار شما بیشتر بود. شما چرا زحمت نمیکشین؟ چرا تلاش نمیکنین؟ چرا باید به فکر نیستین؟ بنان این ای ظلم است که علیه خود و علیه ملتتان میکنین. من تو کسا را میبینم دکتر صاحب تمام روز مضامین نوشته میکنن. ای وطندار، تو را به مضمون نوشتین چی؟ اعلام بده مضمونت به وظیفه خودت. تو دکتر هستی، طبابت یاد بگی، یعنی کار تو هست. از بس که سخت است تقسیم بندی شروع شده. تقسیم بندی شروع شده، داخل یک طرف است، جراحی دیگه طرف است، کلش یک نفر نمیتونه کنه. تو آمدی در سیاست ها خود داخل کردی، این کار را باید بکنی. همین رقم از انجینرهای خود گله داریم، از دیگه خود گله داریم. بنان در جایی که هستن خود برسانن، در جایی که هستن در امو علم باید بلندترین نقطه را تو باید کمایی بکنی. زیرا انشاءالله توسط ازی باز کشور ما به پیش میرود و تعالی و ترقی به جامعه افغانستان انشاءالله خواهد آمد. از طرف دیگری می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا. ای مسلمان ها، ارگا که با دشمن روبرو شدید فثبتوا. باز دیگه باز تزلزل نکن، دیگه باز نگو ولی چطور می شود. دیگه دشمنی که در رویت آمد دیگه با پشت دو نتی. واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. یاد الله را زیاد بکنید تا به اساس یاد الله کامیاب شوین بر دشمنتان. از این خاطر نماز رکن است که هیچ قضایی ندارد. مریض که میشم میگه بشین بخوا، که نمیتونی باز برام میگه، میگه پایت به طرف قبله دراز بکن، به طرف قبله پایت دراز بکن و اشاره نماز بخوان. در سفر بودی میگه در چوکی بشین به سرت نماز بخوان، و قضایی ندارد. در جبهه قرار داشتی و دشمن تو را قریب است که اسیر بکنه و تو جبهه را ترک کرده رایستی فرار میکنی، در اون حالت هم سر مرکب سوار باش و نماز تا بخواد. وقت داشته باشی یک گروه تا نستاده شد نماز یک رکعت بخوانین. در نماز رفت آمد شروع میشود، خود ترک اجازه برد نمیدهد. برو بیا یک رکعت پشت امام بخوان، باز برو به جبهه، باز گروه اول بیاد، باز ما خلاص کن پس برود. و صریح نص قرآن کریم است، یعنی به ما اجازه ازیرا نداره که در جبهه هم چی کنیم نماز خدا ترک بکنیم. پس نماز ترک نمیشود. چرا ترک نمیشود؟ عمود دین، ستون دین است. ستون از بین ببر دیگه با چت باقی نمیماند. در جبهه هم ستون باید نگاه بکنی، در مریضیت هم باید نگاه بکنی، در سختی و مشکلات هم باید نگاه بکنی. نماز است که وسیله میشود برای کامیابی ما شما. نماز اولین واجب حکومت اسلامی است که در تحققش باید سعی و تلاش بکند. مکلفیت دارد حکومت که نماز را اقامه بکند. قرآن کریم می فرماید الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه. آنان را که چون ما جای بدهیم برشان در زمین، اونا را سرمدار، قائد و بزرگ و پادشاهش بگردانیم، اولین کاری که میکنند چیست؟ اقاموا الصلاه، نماز را میخواند. اقامه میکنه نماز را. چی رقم اقامه میکند؟ ما ایت نمیگه و دل کسی که میخوان دل کسی کنم، نه نه استغفر الله. نماز باید بخوان. در حکومت اسلامی زندگی میکنی، در کشور اسلامی زندگی میکنی، قانونش هم اسلامی است، خامخا باید نماز بخونی. اجازه برات نمیدیم. نماز باید خوانده شود.
وإي وجيبي حكومات إسلامي. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. زكاة باید جمع بکند، أمر بالمعروف باید بکند، نهی از منکر باید بکند. ولله العاقبة الأمور، وآخر انجام پیش الله هست. یعنی اگر یک حکومت اسلامی این کارا را کرد، اقامه نماز کرد، زکات را از مسلمان ها اخذ کرد، أمر بالمعروف و نهی از منکر کرد، این انسان ها این حکومت پایدار می شود، این حکومت جای پیدا می کند. اگر این کارا را نکرد، این حکومت به طرف انحراف است، به طرف بدبختی است. آیا شما پرسان بکنید که حکومت ما چی می کند؟ بسته حکومت رئیس جمهور یک طرف، پارلمانش دوم طرف، و اطلاعات و کلتور سوم طرف، شورای علما چهارم طرف، ستر محکمه پنجم طرف، پنج قوا یک جوش سر یک طلو زورش نکشید. شرم نیست با خدا؟ پنج قوا یک طرف میشد، میگه ای طلو، این مزخرفات در بند بکو. در قصیش هم نشد. حتی رئیس طلو چی میگه؟ برای علما چی میگه؟ میگه اگر دیگه کس به طرف دفترم بیاید، با مرمید این فرقش میزنم. خو اگر ملای آمد، همه قمه کنیم که من برایم باز با شما الهیش میکنم. امیره میگوید دیگه. ولی امیر قم حکومتی ریشخند باز بر ما چی میگه؟ ولی همین ملایا چرا علیه ما گپ میزنند؟ ملا خو مجبور است گپ بزنه، خود تو خود اصلاح بکو، خود تو خود برابر بکو به این سیستم که ما علیه گپ نزنیم. تو تمام روز با خرافات کرده رئیسی، بیدینی کرده رئیسی و ما زبان خود تو بند بکن، این بند نمیشود. ترک نماز نشانه خلف ناصالح است. یعنی اگر میخواین که فرزند صالح و ناصالح را بشناسین، ببین که در مسجد فرزندش میاد یا نمیاد. هرگاه فرزند کسی در مسجد نیامد، این خلف ناصالح است. مجاهدی که در مسجد ندیدیش و گفت که من مجاهدم، گفت دروغ میگی، جهاد کنم وسیله تاپه سنگین نیست که یک بار بخوری با ویران نشه. خب قسم با خداست که در نماز نبودی، در جماعت نبودی، مجاهد نیستی، دروغگوی هستی، تو خائن هستی، تو باید در نماز بوده باشی، در صف اول باید قرار داشته باشی. چه رقم مسلمان هستی؟ تو چرا میخوای که در مسجد نیستی و اقامه نماز نمیکنی؟ الله جل جلاله میفرماید که فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه. از پشت سر مردم ناخلف آمدند، اونا چی کاری کردند؟ اضاع الصلاه، نماز را ترک کردند، نماز را ضایع کردن، و تبع شهوات، پیروی شهوات‌های خود کردن. تمام رو فیلم ببین، روزگار جور بکن. فسوف یلقون غیا، پس زود است که به نابودی مواجه شوند. این انسان‌ها به نابودی مواجه می‌شوند. پس نماز است که در حقیقت بر ما صالح و ناصالح را نشان می‌دهد. دروغگوی و راستگوی را از کجا می‌شناسین؟ از نماز. یک نفر بسیار صفت خود کرد که تو میکنم، تو میکنم، تو میکنم، صبح به طور مثال وکالت میشه، وکیل صاحب تعیین میشه، نه رئیس جمهور صاحب تعیین میشه. این دروغگویا را فقط در مسجدش یک دفعه برو، امی که الله اکبر الله اکبر شده این نماز نبود، بر میگه این خائن، این دروغگوی، کل چیز دروغ است. والله ام قسم اش، اگر یک چیز راست باشد، اگر تو راست گو میگی در مسجد باید میگی، در مسجد که با خدایت نمیکنی چیزی، ولی اگر با مخلوق چیز بگی، با خالقت چی کردی که اق احسانا را بر تو داده، اق لطفش کلش وجود تو را گرفته، دیگر با مردم هیچ چیز نمیکنی، با مردم دروغ میگی. از این خاطر نماز وسیله شناخت ما شماست. راستگو و دروغگو را از مسجد بشناس. آنانی که به مسجد بیان راستگو هستند و این گپ نشود، خود یگان با دروغگو چی میگن؟ ولی ما را کدام کسی نکشه، ولی بکشه تا. حضرت عمر رضی الله عنه در مسجد شهید شده، حضرت علی ابن ابی طالب در مسجد شهید شده، بزرگا در مسجد شهید شدن. بنان اگر این سنت را تو زنده بکنیم، و حالا که ما باورمند بیستیم که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، این مرد این نیست که در مسجد بی نبیایی باز تو میمانی، نه در کنم جای دیگه میمونی. خب چه قضیه با خود بود که انسان در مسجد بمیرد؟ بنان مسجد جایی است که ما شما از طریق باید اصلاح بکنیم. آخرین گپ میست اجزا، مسجد وسیله اصلاح ما و جامعه ما شماست. جامعه از طرف مسجد اصلاح می شود. وقتی که در مسجد ششتیم، ایمان و تعهد ما تازه می شود. وقتی که تعهد تازه شد، راه بر ما باز می شود. وقتی که راه باز شد، انشاءالله قدم های صالح و استوار گذاشته می شود. خداوند متعال توفیق عبادت را نصیب بکنه. الله جل جلاله ما شما را از نمازگزارای بگردانه که یقینا به الله جل جلاله نماز خواندن، و خداوند متعال در روز آخرت که به الله حشر میشیم، یا الله ما را در وقت پاسپورت از نماز تو به لطف کرمت ما را کامیاب بگردان، این نمازهای بی حضور ما را به لطف کرمت قبول بگردان. نمازهایی که می خوانین همین توصیه ما را بگیرین عزیزا، نمازایی که در افغانستان خوانده میشه با تاسف، بسیار زود میخوانیم،
دیجا رکوی ما، سجده ما، قرائت ما بسیار بی‌تفاوت است. زود زود قرآن کریم قرآن قاریای ما میخونه، خیالش میکنه که اینا دیگه تراوی شد. و پیامبر علیه السلام صراحتا میفرماید که رب قائم لیس من قیامه الا السحر. بسیار مردم هستن که استاد میشن جز ماندگی شی دیگری نصیبش نمیشه. زیرا در اونجا رکوع نیست، در اونجا تواضع نیست، در اونجا انکسار نیست، در اونجا خشوع نیست. بنان الله چطور قبول بکنه؟ الله غنی است، تو اول احتیاج تو برش بده، باز الله بر جواب میداد. بنان در نمازهای خود دقیق بوده باشین، صحیح نماز بخونین ولو که کم بخونین. صحیح نماز بخونین، کم به معنی اینه که فرض نخونین، یعنی نوافل اگر کم بکنین فرقی نمیکنه، ولی نماز درست بخونین، صحیح بخونین. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم لسائر المسلمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافينا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المجاهدين، اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين، اللهم شتت شمل أعداء الدين، اللهم ذلل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم يا رب العالمين، بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة كل اسم سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك، يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.